گروهی که دست از مبارزه با دولت مرکزی پاکستان برداشتند، متعلق به لشکر بلوچستان پاکستانند که گروهی غیرقانونی است. یکی از فرماندهان تسلیم شده بلوچ نیز که در مصاحبه ای خبری در شهر قزدار، مرکز ایالت بلوچستان پاکستان شرکت کرده بود، میگوید نحوه زندگی سرداران و رهبران اقوام پاکستان با شورشیان معمولی قابل مقایسه نیست. 5 سال جوت لشکر بلوچستان مرتی ہوئی. پس از آنکه 5 سال در لشکر بلوچستان بودیم، احساس کردیم که چیزی جز توهم نبوده و منافعش نصیب سرداران یا رهبران قوم می شده است. آزادی خیال باطلی است که این رهبران ضد دولتی، در حالی که خودشان از تمام مواهب زندگی برخوردارند، ما و نسل ما را به تاریکی و فرق و تباهی می کشانند. سروزیر ایالت بلوچستان پاکستان و از دوستان نزدیک نواز شریف، نخست وزیر آن کشور که در مراسم نمادین تحویل سلاح شورشیان و تسلیم آن به مقام‌های دولتی شرکت کرده بود، معتقد است که آنهایی که هنوز در لشکر بلوچستانند باید از همقطارانشان پیروی کرده و دست از مقاومت بردارند. آپ یہ بتائیں کہ اس بے فضول جنگ میں شما به من بگویید که بعد از آنکه شما را وادار به جنگ کردن چه به دست آوردید؟ این برادر کشی بوده و به نظر من حاصل دیگری نداشته. با وجودی که ایالت بلوچستان پاکستان از لحاظ منابع زیرزمینی منطقه ای غنی به شمار می آید، اما فقر به صورت مهمترین عامل جذب افراد به شورشیان لشکر بلوچستان در آمده است. نهادی غیرقانونی که 4 سال پیش تشکیل شد و خود شاخه ای از ارتش آزادی بخش بلوچستان است. سیران شرفی، صدای آمریکا.